حالتون خوش، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من دلشاد هستم، دبیر ریاضی. خب میدونید دیگه، پس بریم سراغ اصل تستام. ببینید بچه ها، من اولا تصحیح درز میکنم ایام سوگواری این چند روزه رو و التماس دعا از دوستانی که اعتقاد دارن، روزه میگیرن، نماز میخونن. التماس دعا. نکته دومی که خدمتون عرض کنم، این سوالات مبناش اینجوریه دیگه، نیازی نیست شما تو چت بگید آقای درشاد جواب میشه فلان، مگه من بپرسم ازتون؟ یه مزیتی که داره، شما دیگه حالا خودتون به خودتون نمره میدین، نه دیگه من میخوام نمره بدم، نه سیستمون تصحیح میکنه براتون، هیچ کار خاصی انجام نمیشه. مطمئنا شما خودتون به خودتون نمره میدید و وقتی خودتون به خودتون نمره میدین از نظر وجدانی میدونید. آقای درشاد ببخشید، این منفی دو دو، من دو زدم، جواب منفی دوه، فقط بزن غلط. آقای دشا، من نمیدونم چی محاسبه کنم، بهت یاد میدم و لطفاً با صداقت به خودت بگو چند مرد علاجی. آقای دشا، این آزمونتون ساده است، مهم نیست. این آزمونتون سخته، بازم مهم نیست. اصلا ببینید، این که این آزمون آسونه، این آزمون سخته، اینا اصلا ملاک نیست. اگر تو درس خوندی آزمون ساده است، اگر تو تقلب کردی آزمون ساده است، چون من قبل از اینکه کرونا بشه این آزمونا رو گرفتم. بهترین شاگردام 80 90، یعنی حتما یک دونه غلط رو داشتن، حالا پای بی‌دقتی یا هرچی. بهترین شاگردان، یعنی دانش آموزایی در حد اینکه مثلا فرض بفرمایید جزء رتبه های برتر مشهدن، الان هم هاشم نژاد یک درس میخونن. پس اینکه آزمون سخته، آزمون ساده است، اصلا به خاطری که آزمون تستیه، یعنی خودش دردسر. و اینکه تو مشابه سازی کرد، چرا آقا من تمام این سوالا رو حل کرده بودم بلدم. دمت گرم اگه اینقدر بعد از 7 ماه همش یادته، چون اکثر بچه کنکوری ها میگن آقا ما حل کردیم، ولی سر آزمون کنکور که میریم نمیدونم چرا اشتباه میکنیم. پس به خاطر این عرض میکنم، چند ثانیه حتما به حرفای من فکر کنید. اصلا شما نمیخواد رتبتو به کسی بگی، اصلا شما نمیخواد درصدتو محاسبه کنی به من بگی یا به مؤسسه، این سری به خودت بگو. پس لطفا با صداقت تصحیح بفرمایید. و ضمن نکته بعدی که خیلی ازتون خواهش میکنم، دقت کنید در راه حل. ببینید، ما یکی از مشکلات اهممون در کنکور با بچه ها همینه. اکثر مشاوره ها میگن آقا خانم شما بلد نیستید تحلیل کنید. تحلیل کردن یک کار بسیار بسیار مهمه. و ضمناً چون شما کتاب رو ظاهراً تموم کردید، من تو تستام دیگه برام فرق نمیکنه، هر سوالی رو دلم بخواد میارم. آقای دشتر، این سوال فصل 5 و فصل 1 و فصل 3 ترکیب شده، دیگه اصلا مهم نیست. پس لطفا با توجه به این توضیحات که عرض کردم، خواهش میکنم دقت بفرمایید، به خودتون نمره با صداقت بدید. منم دلم برای شما خیلی تنگ شده بود. مؤسسه امروز چرا جلسه اول رو شروع کرد؟ علت فقط و فقط یه دلیل داره، که من بتونم ریاضیمو تموم کنم 7 جلسه، چون شما هشتم هم دارید با من و هشتمتون رو گذاشتیم برای آخر آخر. استاد لطفاً پی وی را چک کنید. یا ایزد منان، حالم جعفری بازم هست؟ بله، خدمتتون عرض کنم خانم جعفری، من دیدم شما 2331 دونه پیام فرستادین، ولی شرمنده، باور بفرمی وقت ندارم، وگرنه به خدا رو چشمم حتماً اطاعت امرتون، حتماً اطاعت امرتون. این کلاس ها هم توی پورتال گذاشته میشه، حتماً دخترم خانم حسن‌زاده، حتماً تو پورتال گذاشته میشه. آرمی، کدوم قسمت پورتال سیف میشه خانومه؟ براتون اطلاع رسانی میکنم بچه، زیاد نگران نباشید. استاد ببخشید، این تست ها مثل چیه؟ فوشه این؟ آها آها آها، سعی کردیم مبنامون همین باشه. من یه نکته بگم راجع به این سوال، بچه هایی که برای تعیین مرکز میرن، آقایینه و خانم های تعیین مرکز، شما بیشتر از بچه های عادی سود میکنید از این تستا. اینو فقط به حرفم اعتماد کنید. شما از بچه های عادی که 10 سوال دارن و شما 20 سوال دارید بیشتر سود میکنید. این رو آینده خواهید فهمید. آقای درشاد توی کتاب های پیشرفتمون اینو گفته، اونو گفته، اینو گفته، اونو گفته. عزیزم شما بیشتر سود میکنید، به حرفم اعتماد کنید، چون سوالایی که به شما میدن حداقل میدونی سر و تهش کجاست، حداقل میدونی این مربوط به چه فصلیه. ولی تفری بچه‌هایی که از مدارس عادی دارن میان، مدارس نمونه دارن میان که قدیم داشتیم، همه اونا حتی غیر انتفاعی ها نمیدونن سوال از کجا میاد، به خاطر اینکه تعداد سوال کم شده. ببینید کتاب
ریاضی شما 8 فصل داره. من میگم 2 فصلم شما از 8 انتخاب کنید، میشه 10 فصل. 2 فصلی که تو 9 کمتر صحبت شده، که من براتون خیلی توی فکر میکنم این استا برای بچه ها میذاشتین دیگه، اطلاعات من نه توی این استا میذاشتن، بهتون اطلاع رسانی کردن که بابا دلشاد میگه این فصل ها رو برو کامل کن. خب و حتی ما قبل از اینا اول سال اون فصل ها رو دوباره تدریس کردم. دوستانی که جدید تشریف آوردن، من نمیدونم مؤسسه اون فیلم ها رو در اختیارشون میذاره 8 ماهی ما رو دور کردن اونو یا نه. و اگر این اتفاق بیفته خیلی به نفعتون خواهد بود. حالا من میگم کلا 10 فصل دارید عزیزم، 10 فصل داریم، میخوایم 10 سوال بدیم. بعد حساب کنید شما 8 فصل دارید، 20 سوال میخوایم بدیم برای بچه های تعیین مرکز. 8 فصل 20 سوال برای این بچه ها، 10 فصل 10 تست. به خاطر این دارم عرض میکنم، تو رو خدا اطمینان کنید، فکر نکنید مثلا خیلی برای شما ضرره. چرا آقا برای ما کتاب خاصمون نمیذارن؟ آقا سر و تهش یه کرباسه. چرا؟ چون بهترین شاگردامونم توی آزمونای تیزهوشان از 20 سالی که بهشون داده میشه، باور بفرمایید 17 18 تا ریاضیشو بهترینای مشهد ها حل نمیکنن. پس از شما اصلا فکر کن 18 تاشو حل کنی. من الان میگم هاشم نژاد یک نشستی، گل دخترام فرزانگانی یک نشستن. علیک سلام، علیک سلام، علیک سلام. آها تیزهوشان رو هم حل میکنی استاد، تیزهوشان رو حل میکنی. ببینین من تایم ندادم به مؤسسه، مؤسسم خیلی به من اعلام کرده یه جلسه دیگه به من بده. من اگر برسم، علی جان، علی قصاب زاده، ببین اگر برسم قول نمیدم یک دونه آزمون بدون اطلاع شما، نمیدونم چه آزمونی چه سالی، یه آزمون انتخاب میکنم، فقط دعا کنید یه تایم پیدا کنم، یه آزمون رو میذارم به صورت امتحانی برای شما. حالا اگه مؤسسه دستور داد بچهای گل دختر دیگه‌مون و گل پسر دیگه‌مون هم مدارس عادی بیان، اون آزمون رو میذاریم براتون و اون آزمون رو بالاخره حل کنین و بعد از اون بیایم کلاس رفع اشکال کنیم و بعد حرفای من بهتون ثابت بشه که وقتی بهتون گفتم عزیزم به من اطمینان کنید این آزمون آزمون تیزشان انسال پیش بوده. حالا ببینی چه اتفاقی میفته. دیگه هم نیازی به تقلب دیگه نداری، چون کس بهت رتبه نمیده. الکی نگو من صد زدم، چون خودت به خودت باید بگی، به ما نیازی به گفتن نیست. خب بچه ها خیلی وقتم رفت. علیکم السلام، علیکم السلام، علیکم السلام. ببخشید من الان اومدم، خوش اومدی. یه سری اطلاعات کلاس ها ضبط میشه. بله چرا، برای من خیلی قطع میشه. 1385 1356 عزیزم نتت ضعیفه، حتما ضبط میشه، حتما ضبط میشه. بچه ها بریم سراغ تستای امروز. خب بریم سراغ تست 1. من گفتم دیگه، آها بله، خال مهندس بچه ها اطلاع میدن و میفرمایند بچه ها این سری به عنوان مهمان قدمتون رو چش تشریف آوردیم، ولی از جلسه آینده میدونید دیگه اون دوستانی که ثبت نام نکردن، هزینه کلاس پرداخت نکرده باشن، حتما حذف میشن از کلاس های ما. و یه توصیه، بچه‌هایی که قبلا با من کار میکردن اگه خاطرشون باشه، من یه قولایی دادم که تمام تمرکزم رو گذاشتم رو 4-5 فصل آخر کتاب. به علت چی؟ به علت که تا فصل 5 خیلی خوب اومدیم جلو، از فصل 6 و 7 و 8 اگه خاطرتون باشه چه اتفاق افتاد؟ نه شما معلمت رسیده بود، نه خودم رسیده بودم و همچنین اطلاع نداشتی، سواد نداشتی. بعضی از دوستانم مثلا کتابی که من تدریس می‌کردم رو برمی‌داشتن پاسخ می‌دادن، خوشحالم بودم بلدن. حالا که وارد شدن معلم تدریس کرده، می‌بینن ای خیلی مشکل دارن. من تو اون بخشا با اینکه آخه ببینید این تست یه قانون داره، خانم مهندس باز ارشدمون اعلام کرده آقای دلشاد 10 تست میدی. چرا؟ چون اینا تایپ داره، بعد تنها دلشاد نیست، ببخشید فیزیک هم هست، ادبیات هم هست و و و. به من اعلام کردن 10 تست میدن. 10 تست میدی، ما تایپ میکنیم برات میپسیم. مثلا برای امروز من 20 تست قرار بوده، ولی بازم اگه نگاه کنی من 22 تست دادم، به خاطر اینکه گفتم یه تست شاید اشتباه کرده باشم، بی‌دقتی کرده باشم و 3 نقطه. به خاطر این تو فصلای اونجا سعی کردم تستم و تعدادشو بیشتر کنم. اگر اون
چی بهش میگیم دیگه، من برنامه‌ای که براتون تقدیم کردم و نگاه کنید، مثلا فصل 6 رو من کامل یک جلسه براتون برای دو زنگ گذاشتم. به نظرتون علتش چیه؟ به خاطر که فصل 6 هر چی به دانش آموز یاد میدیم، الان تقریبا یه ماه و اندیه من تو فصل 6 هم، هنوز دانش آموزم میگه آقا اگه اینجوری بشه چی میشه. همین الان که من میومدم جواب بچه ها رو میدادم، آقا فرمول اینو بهمون نگفتیم، حالا یکی بیا درست کنه. بابا این سوال مال تیزشانه، مال تو نیست. این فرمول رو نیازی نداری، تو با همین روش ساده هم میتونی حلش کنی. به خاطر این شما که اومدین اینجا دیگه من نمیتونم بگم این فرمول رو نیاز ندارید. اگه نیاز ندارید پس حتما بهتون نخواهم گفت، و اگر هم نیاز دارید یا از روش دیگه میشه حلش کرد، خب باز حتما بهتون خواهم گفت. بریم سراغ حل تمرین. یا ایزد منان، بله بله بله، حتما مشکل از اینترنت شماست. از فصل 6 همش رو پیچوندین رفتیم جلو. نه خانم آنایتا، این حرف رو نزن دخترم، میدونی که اصلا تو خاصیت ما نیست. من تمام تمرکزم رو گذاشتم تا فصل 5 که تو خونده بودی. از فصل 5 به اون ور که فصل 6 به بعده اومدم اطلاعات هشتم رو دادم، چون گفتم اول اطلاعات کتاب رو تو یاد بگیر. اومدم هشتم پیشرفته رو گفتم، مثل فاصله دو نقطه، فاصله نقطه از خط، فاصله دو خط موازی، که الحمدلله دیدین هیچ کدومتون بلد نبودین، فقط بچهای تیزشان و بچهایی که معلم خصوصی داشتن یاد داشتن. پس به خاطر این میگم که اون فصل 6 هم از نظر شما ما پیچوندیم. خیلی دخترم فکرت اشتباس، فکرتو عوض کن. فرمول اصل شما برای اشتراک سه مجموعه منظورم است. خانم جعفری چه ربطی داشت الان؟ خانم آنایتا خب چند مدل داره، یه مدل که نیست. دخترم اگر من تدریسی کردم حتما پای اون حرفم واسادم، پس نگران نباشید شما اینکه چند مدل یه فرمول داره. ما اومدیم و توی اینجا کامل میکنیم که حالا از این فرمول استفاده کنید، همیشه جواب میده. دیوونم کردی. بریم سراغ سوالات. خب بریم سراغ سوال یک. سوال یک، مجموعه فلان چند عضو داره؟ خب نگاه کنیم، مشابه این سوال ما سوال داریم، مشابه این سوال ما سوال داریم. چجوری سوالش؟ 2^11 = 2، 2^11 = 4، 2^11 = 8 و 3 نقطه. بریم تا 2^12. و باز اینجا من اومدم سوال دادم، 2^11 = 2، 2^11 = 4، 2^11 = 6. این 6 حواس منو جمع میکنه بچه ها، ببخشید. این 2^11 = 6 100% حواس منو جمع خواهد کرد. ببخشید یه ذره تنظیمات اینو انجام بدم. نگاه کنید، 2^11 = 6 شما میدونید 2^11 = 2 یعنی 2^11 = 1 دوتا، 2^11 = 4 یعنی 2^11 = 2 دوتا. پس دقت بفهمید، 2^11 = 2 و 2^11 = 4 و 2^11 = 6 و 3 نقطه 2^12. اگر دقت بفرمایید 2^11، این 2 رو من با عزتو میسم 1 دوتا، 4 رو من با عزتو میسم 2 دوتا و 6 رو میسم 3 دوتا. به همین ترتیب اگه بریم جلو، 2^12 میشه 2^11 = 2^11. نگاه کنی بچه ها، 2^11 = 2، 2^11 = 4، 2^11 = 6. پس من 2^12 رو تبدیل کردم به صورت 2^11 = 2^11. بعد میام هماهنگ میکنم با این پایین که 2 میشه 1 دوتا، 4 میشه 2 دوتا و 6 میشه 3 دوتا. پس 2^11 که مثل بقیه است، 2^11 میشه چند تا؟ آقای درشان معلومه دیگه، میشه 2^10 = 2. پس من تبدیلش کردم به 1 دوتا، 2 دوتا، 3 دوتا، 4 دوتا تا 2^10 = 2. حالا از من پرسیدین چند تاست؟ خب این تعداد رو میشمارم، 1 دونه، 2 دونه، 3 دونه، 4 دونه و 2^10 دونه که مشابه این تست هستش و جوابش میشه 2^11 تا. پس همونطور که دوستان فرمودن، بله جواب گزینمون میشود 2^10.
سال دو، در کدام یکی از مجموعه های زیر هر عضو زیر مجموعه آن مجموعه هم هست؟ در کدام یک؟ علی جان اصلا نیازی نیست زودتر بفرستین ها. در کدام از مجموعه زیر هر عضو زیر مجموعه آن مجموعه هم هست؟ ببینید برای حل سوال دو من کاری که میخوام برام انجام بدید، اولا گزینه صحیح رو بفرستید تا یه ذره با هم دیگه بحث کنیم. بله الان همونو میخوایم بحث کنیم. بچه های دیگه هم بفرستن ها، فقط هم سه نفر که همیشه بحث میکنیم باشون اونا برام نفرستن. خانم جعفری من نگفتم دو میشه، نگفتم چهار میشه، هنوز بحث خواهیم کرد. بچه ها لطفا بگی تا گزینه سریتون چنده؟ بله همونطور که اکثر دوستان فرستادن جواب صحیح، من هم میگویم گزینه یک خواهد بود. من خواهش میکنم دقت کنیم، در کدام یک از مجموعه زیر هر عضو زیر مجموعه آن مجموعه هم هست؟ ببینید بیاین راجع به مجموعه A بحث کنیم. مجموعه A اعضایی دارد، توهی، A، آکولا، توهی و A. من میخوام بگم بچه ها این درسته. خب مجموعه A اعضایی دارد، اعضاشو من نوشتم، دونه به دونه این اعضا رو بیاین چک کنیم. بچه ها توهی گفته زیر مجموعه آ مجموعه هم هست. توهی زیر مجموعه آ هست؟ بله آقای دلشاد. بچه ها عضو دوم هم چیه؟ A زیر مجموعه A هست؟ بله آقای دلشاد. میدونید هر مجموعه زیر مجموعه خودشه، توهی هم زیر مجموعه هر مجموعه هست. حالت سومش گفتیم بچه ها آکولا، توهی و A آیا زیر مجموعه A هست؟ 100%. اصلا تعریف زیر مجموعه چیه؟ تعریف زیر مجموعه، مجموعه A زیر مجموعه Bه، یعنی هر عضوی که تو مجموعه اولی باشه حتما تو مجموعه دومی هم باشه. آقای درشاد جانم چرا مجموعه دو غلطه؟ بیاییم با هم دیگه بحثشو انجام بدیم. سوال اول من، لطفاً ممنونم از اینکه ابراز احساسات میکنید. عرض کردم عزیزم کلاس ها ضبط میشه، اعلام میکنم و بعد چک کنیم. بچه ها گزینه B چرا غلطه؟ گزینه دو چرا غلطه؟ ببخشید من رنگ رو عوض کنم. کالور چرا این اومد؟ ببخشید شما من بگین چرا گزینه دو غلطه؟ خانم مارال لطفاً جواب منو بده، جواب خانم یاسمین با من. نه خانم جعفری حرفمو گوش کن. آها چون عضو B توی مجموعه B نیست. نه علی غلط حرفت، چون عضوهاشون باید در آکولات باشن تا زیر مجموعه بذاریم. خیر چون آکولات تویی است. باری که علی خانم جعفری تنها موردی که جوابشو قبول دارم گزینه دو غلطه بچه ها، به خاطر وجود آکولات توهی. دوباره چک کنید چرا. حالا ببینید توهی زیر مجموعه بی هست؟ بله مجموعه توهی زیر مجموعه هر مجموعه هست. آکولات بی زیر مجموعه بی هست؟ بله. آقا ما قبول نداریم. عزیز من چرا قبول نداری؟ آکولات بی هر عضوی که تو مجموعه اول باشه، بذاریم من اینجا بنویسم، آکولات بی آیا زیر مجموعه بی هست؟ بله. عرض میکنم چرا؟ همه اعضایی که تو مجموعه اول هستش تو مجموعه دوم هم هست. همه اعضایی که تو مجموعه اول، مجموعه بیمون چیه؟ مثلا 1, 2, 3. این مجموعه بیمون چیه؟ پس همه اعضایی که توی مجموعه هست تو مجموعه هست. بله پس درسته. تمام مشکل اساسی ما بچه ها کجاست؟ تمام مشکل اساسی ما به خاطر آکولات توهیست. ببینید من گفتم توهی زیر مجموعه هر مجموعه است، نگفتم آکولات توهی زیر مجموعه هر مجموعه است. پس به خاطر این گزینه دو غلط است به خاطر آکولات توهی، گزینه سه غلط است به خاطر آکولات توهی، گزینه چهار غلط است به خاطر آکولات توهی. بیاین گزینه سه رو نگاه کنین. بچه‌ها توهی زیر مجموعه سیه؟ بله. آکولات توهی و سی زیر مجموعه سیه؟ بله. اما آکولات توهی زیر مجموعه سی نیست. و اگر دقت بفرمایید فقط
تو گزینه یک که آکولات توهی تنها برامون نیاورده دوستان، به خاطر این غلط. اون خانم حسینی وقتی میگه بی با آکولات با بی چه فرق میکنه، مجموعه توانش مد نظرشه. مجموعه توانم میدونید دیگه، مجموعه توان زیر مجموعه خواهد بود و مشکل خاصی ایجاد نمیکنه، پس به خاطر این ایرادی نخواهد داشت. بریم سراغ سوال 3. یا ایزد منان، بزرگترین عضو، بله آقای دشا چرا گفتی ایزد منان؟ بعدا میفهمی. بزرگترین عضو مجموعه آکولات باز آب علاوه بی به قسمی که آبی عضو زد باشد و آدو به علاوه به دو کوچکتر مساوی 16 باشد چند است؟ بچه ها سوال 3 جواب. نه نه نه، نیازی نیست تو آکولات باش خانم جعفری. ببین تمام اعضایی که ارشیا جان تو مجموعه بی هست داخل اون مجموعه وجود داره؟ بله وجود داره، پس زیر مجموعهش هست. یا ایزد منان، بله بله. بذاری من جواب گزینه‌مو نگاه کنم، من حفظ نیستم به خدا. بله منم از نظر اطلاع با گزینه 2 موافقم. بزرگترین عضو مجموعه آب علاوه بی به قسمی که آبی عضو زد باشن و آدو به علاوه به دو کوچکتر مساوی 16. نیاز به کاغذ سفید داریم. بچه ها بریم تست 3. تست 3. اولا یادتون باشه مجموعه آب علاوه بی رو میخواد. همیشه من نوشتم براتون جواب اینه بچه ها. همیشه ادعا کردم جواب دنبال این میگردیم. خب مجموعه آی به علاوه بی به قسمی که آبی عضو زد باشن، آبی عضو اعداد سعی باشن، خب به طوری که آدو به علاوه بی دو، آدو به علاوه بی دو فکر میکنم کوچکتر از 16 کوچیکتر مساوی، کوچیکتر مساوی 16 بشه. ببینید در اینجا معادله درجه 2 دو مجهولی چجوری میخوایم حلش کنیم؟ فقط باید با محاسبات انجام بشه. شروع میکنم به حل کردن. کاری که من انجام میدم دقت بفرمایید، من میگم بچه ها فرض کنید آ باشه 1. خب در این صورت بی چی میتونه باشه؟ آقای دشاد 1 میتونه باشه، خدا خیر بده. 2 میتونه باشه، 3 میتونه باشه، نه آقا 4 هم میتونه باشه. بیاین 4 رو میذاریم. بچه ها اگه من آ رو 1 بذارم، 1 به توان 2 میشه 1، 4 به توان 2 میشه 16، 16 با 1 میشه 17، کوچکتر نیست، پس 4 هست شد. ببینید آ رو ثابت بذارید راجع به بی بحث کنید، حتما جواب میده. پس اگر آ 1 باشه بی میتونه 1 و 2 و 3 باشه. اگر آ رو بگیریم 2، آقای درشا 0 هم میتونه باشه. حالا سوال اینجاست اگر واقعا آ 2 آ 0 ب رو 0 بگیریم فرقی میکنه؟ اگه نگاه کنید طراح گفته بزرگترین عضو مجموعه رو میخوام، چون بزرگترین میخواد پس 0 اثری نداره. بیاین دوست داریم میذارم. حالا اگر آ رو 2 بگیرم بی میتونه چند باشه؟ 1 باشه جواب میده، 2 باشه جواب میده. بچه‌ها 3 رو چک کنیم ببینیم جواب میده. خب من به جای آ میذارم 2، 2 به توان 2 4، 3 به توان 2 9، 4 با 9 میشه 13 جواب میده، اما 4 جواب نمیده دوستان. بریم سراغ این که آ برابر باشه با 3، بی رو بزنم چند؟ 1 جواب میده، 2 جواب میده، 3 بذاریم 3 به توان 2 9، 3 به توان 2 9 9 9 18 و میدونید غلطه. و اگر آ رو برابر با 4 بگیرم فقط بی رو میتونم 0 بگیرم. حالا با توجه به اینکه گفته آ به علاوه ب، آ به علاوه ب خب یه عالمه جواب دارم. آ به علاوه ب بزرگترین هایی که میتونم انتخاب کنم 2 با 3 رو یا 3 با 2 رو، پس آ به علاوه بی مساوی با 5 خواهد. خب عذرخواهی میکنم، چون بچه ها ببینید من یه سری تستایی عرض کردم. استاد میشه بگید شما برای تعیین مرکز چه روزایی تجهیز میکنید؟ من هیچ روزی علی جان خارج از همین تایمی که هستم برای تعیین مرکز تجهیز نخواهم کرد و توضیح دادم علی تمام اطلاعات که میدم برای تعیین مرکز یک شکله. فقط برای بچه‌هایی که مدرسه عادی و نمونه هستن و تعیین مرکز نیستن خیلی سخت‌تر میشه، چون تعداد سوالشون کم میشه و بعد شما سوالای منو با تعیین مرکز مقایسه کنید میبینید
تقریبا 90-95 درصدش یکیه. 5 درصد یکی نیست. اونم عرض کردم اولین تایمی که پیدا کنم، چون باید تایم خالی پیدا کنم، تمام تایمان پر شده خدایی، اولین تایمی که پیدا کنم یک دونه آزمون تایم مرکز نمیدونم، مال این سال پیشو میذارم و بعد میگیم بیاییم با هم دیگه آزمونشو حل کنیم ببینیم از سوالایی که آقای دلشاد داده چند تا جدا بوده، به خاطر همین خیالت راحت باشه. و اینم اجبار نمی کنم علی حتما کلاسای من بیایی، نبسرم هر جور سالای خودت. دقت بفرمایید، سال شماره 4 ادعا کردم اگر تعداد، بریم بچه ها ببخشید، مانی جان، مانی تو سوال قبل یانوسو، تو سوال قبل صفر گفتم، اگر به جای 20 صفر بذاریم، صفر به توان 2 سرم میشه 0، 4 هم به توان 2 16، 16 و 0 کوچکتر مساوی 16 است. بله، پس جواب میشود گزینه 2. بچه ها تا نگفتم لطفا نفرستی جواب رو. ای چرا شما اینجوری؟ بریم سراغ سوال 4. جواب 4 یا ایزد منا استاد، من سوال اول رو نفهمیدم چرا 4 نمیشد، ایشالله سال بعد. خانم جعفری الان من باید خیلی برگردم کدوم سوال رو میگه، الان من نمیفهم. خانم جعفری سوال اول چیه؟ سوال اول منظورت خانم جعفری سوال یکه؟ من متوجه نمیشم. یا منظورت سوال 4 گزینه یکه، یا منظور سوال 2 گزینه یکه؟ نمیفهمم. بله جوابا همینطور که اومد، دم بچه های گرم که با صداقت جواب خودشونو میفرستن. بله 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 بله، یک گروه از دوستان 2، یک گروه 1، الان باز فرستاده. بله خب خانم جعفری من سوالی پرسیدم، کدوم سوال؟ شماره سوال بفرمایید، بنویسی سوال شماره فلان تا من برم دنبال اون ببینم دوباره نیازه بگم یا نه. خانم حسنزاده من نفهمیدم سوال رو، چشم الان دوباره توضیح میدم. خانم حسنزاده دقت بفرمایید، گفته آب علاوه ب به قسمی که آبی از زد باشن، پس من دنبال یه سری عدد میگردم دخترم که جمع اونا رو نیاز دارم، چون من همیشه به شاگردان گفتم این باید جواب باشه و من فکر میکنم خود شما هم تشریف داشتی، جوابمون باید به شکل آب علاوه بی باشه. حالا گفته طراح بزرگترین عضو مجموعه رو بگو، من دنبال یه سری عدد میگردم که اگر به توان 2 برسونم کوچکتر مساوی 16 بشم. خب آقای دشتر عدد علکی بذار. آقا نمیشه اینا رو علکی حل کرد، نیست که تست تیزشان بوده. اومدم تو صفحه بعد به این شکل توضیح دادم، گفتم نگاه کنی دخترم، گفتم برای این تمام حالات که پیش میاد در نظر میگیرم، میگم آ یک باشه، بی چه عددی میتونه باشه؟ چرا؟ چون باید آ دو به علاوه ب دو، نگاه کن دخترم خانم حسن‌زاده، آ دو به علاوه ب دو بشه کوچکتر مساوی 16. اگر شما آ رو بذاری یک به توان 2 میشه 1 بابا، به جای ب بذاری یک به توان 2 یک به علاوه 1 میشه 2 کوچکتر مساوی 16 است. بعد آ رو بذاری 1 باز میشه 1، به جای ب بذار 2، 2 به توان 2 میشه 4، 1 با 4 میشه 5 کوچکتر مساوی بله، آ رو بذار 1، ب رو بذار 3، 3 به توان 2 9، 9 با 1 10 کوچکتر مساوی 16 است. بله حالا 4 بذاریم، اگر من 4 بذارم 1 به توان 2 1، 4 به توان 2 16، 1 به علاوه 16 عزیزم میشه 17، 17 کوچکتر مساوی عدد 16 نیست، پس عدد 4 قابل قبول نیست. بعضیا تازه از خواب بیدار میشن، یادش بخیر، همین دیروز همین تایم بیدار شد، پریروز بله و روزهای دیگر. بله خانم حسن‌زاده دخترم فهمیدی؟ آی خانم جعفری فهمیدی؟ امیرعلی دهخان نیری، امیر جان خوبی؟ قربانت زنده باشی. گفته گزینه 2 امیرمون. خانم جعفری سوال 1 یا ایزد منا، خانم جعفری سوال 1 پس بماند به قول سوال 1 خیلی وقت رد شدم. بریم سراغ سوال 4. این برگه تموم شد، تایم اضافه داشتم، من تست اضافه بهتون نمیدم، چون ببینید من بنا به ترس این که شماها خیلی بچهای درسخون خوبی هستین،
فقط فراموش کردین. یه سری تستا رو گفتم، من اول زنگ توضیح دادم، به من 10 تا تست بیشتر مجوز ندادن، هیچکی نیست به خدا، راست میگم 10 تا گفتن تست میاری، چون اینا تایپش و تحویلش و بازی واو ایلایی داره. به خاطر این باز تایپیست محترمه میگفتن وقت نداریم، یا آره زندگی نداریم. به خاطر این من 10 تا باید تست بیارم. یه سری تستا رو کنار براتون آوردم که اگه اضافه وقت بیارم اونا رو میگم، ولی حتما سوال یک رو دوباره به چالش میکشیم. یا ایزد منان خانم جعفری اگه راهامون کرد، خانم مهندس اگه صدا میشنوی همین خانم جعفری رو ثبت نام نکنیم، بنز 3 تا شاگرد وقت میگیره. آه میگه توی پی پی میپرسم، اصلا نگران نیست خانم جعفری، به قرآن کلاسم، اصلا باورم نمیکنه هرچی میگم. بچه ها بریم سوال 4. اگر تعداد زیر مجموعه یه مجموعه، آه راستی شما سوال ها رو داریم، چون من از خودم میکنم. اگر تعداد زیر مجموعه یه مجموعه، آقا تعداد زیر مجموعه یه مجموعه میشه 2 به توان n مربع تعداد اعضای آن باشد، مربع تعداد اعضای آن باشد، مربع میشه n به توان 2. تعداد اعضای آن مجموعه چند مقدار مختلف میتواند داشته باشد؟ دیگه از این سوال ساده تر بدم تیزشان اومده. آقا 2 به توان چند با n به توان چند برابره؟ با 2 آقای دهشان. پس n میتواند 2 باشد. آقا ما هم زدیم گزینه 1. خب اشتباه کردی عزیزم، اشتباه کردی. برای چی؟ بلکه اگه اینو 4 هم بگیری درسته. 2 به توان 4 16، 4 به توان 2 16. بیش از 1000 بار من به آقایون و خانم‌ها توضیح دادم یه سری اعداد داریم به نام عدد خاص، عددهای نامرد. یکی از معروف‌ترینشون همین دوستانه که الان پای تختن. 2 به علاوه 2 4، 2 دوتا 4 تا، 2 به توان 2 4. خب بابا این تمام حالات باید در نظر گرفته بشه. 2 به توان 4 16، 4 به توان 2 16. اینا رو یه ذره مراقبت بفهمید. 0 و 1 و -1 هم که 10 میلیون بار اعلام کردم آقا 0 1 -1 اعداد خواستم زندگی ندارم که من. بریم سوال بعد. پس این گزینه 2 خیلی هم ساده، سوالش هم بچه بازی هستن. بریم سوال 5. خب دوستانی که از استاد این سوال رو تا چند عدد باید بررسی کرد؟ نمیفهمم. 1385 استاد این سوال رو تا چند عدد باید بررسی کرد؟ من نمیفهمم دوستم از 1385 نمیفهمم، لطفا دوباره بگو. بله متشکرم خانم بهار که جواب دوستاتونو میدین به هم، چون بعضی ها رو من نمیبینم. خانم جعفری 0 1 -1 این حرف رو نزن دیگه، عددهای معروفترین اعداد خواستن دیگه، این حرف رو نزن تو رو خدا. آره من یه ذره برمیگردم به 5 و 6 من خجالت میکشم. بابا هر عدد ضرب در 1، هر عدد ضرب در 0، عدد به توان 0، 0 به توان عدد، عدد به توان 1، 1 به توان عدد، منفی به توان زوج، منفی به توان فرد، خاص بودن اینه واسه همین عدد اصولاشونه. استاد الان 1 میشه یا نه؟ یاسمین جان اگه منظورت این سوال میشه 1، خیر میشه 2 دیگه. شما به جای n 2 بذار، 2 به توان 2 4، 2 به توان 2 4، این n ثابته دیگه. دوباره 4 بذار، 2 به توان 4 16، 4 به توان 2 16. پس حتما گزینه 2 میشه. بابا دخترم این چه سوالی بود؟ چرا گزینه 4 نشد؟ یا ایزد منان ماندانا قرصات خوردی؟ ها ببخش حواسم نه، مارمزونه. گزینه 4 میشه چرا بشه؟ چرا آخه گزینه 4 بشه دختر جون؟ گزینه 4 ما زمانی اعلام میکردیم گزینه 4 میشه که 4 تا n من پیدا کنم. ببین آخه سوال رو با دقت نمیخونید، یکی از مشکلات اهم دوستان من همینه ها، سوال رو با یک بار یا اکثر هندسه و احتمال 2 بار خوندن باید بفهمید. اگر بخوایم بار 3 و 4 بخونید، من یه چیزی بهتون آمار بدم، فقط و فقط نشون میده شما در اون لحظه یه جای دیگه بوده حواس سوال رو میخوندی. الان آزمون رو طوری آزمون بدی، تو رو خدا به حرفم گوش کنید. بچه های سال قبل گفتم، من نمیگم ها، دانش آموزایی مثل شما به راحتی روی تختش دراز میکشی، لپتاپ تبلت جلوش باز یا گوشی شروع میکرد به جواب دادن. اولا که حتما اون لپتاپ یا تبلت باشه، سوالا رو گوشی جواب ندید. دوما حتما اگر امکانشو دارید، چون خیلیاتون بچه پولدارید دیگه،
بگید سوالا برگه بشه، به صورت برگه، یا برید یه پرینت بگیرید ازش. تو رو خدا به حرفام گوش کنید، استفاده از مداد. آقای دشا پرینت گرفتیم اصلا جای جواب دادن نیست، همین اندازه‌ای که من دارم می‌نویسم تو باید بنویسی، چون بهت چک نویس نمیدیم. آقای دشا صفحه یکی دفترچه خالی اون صفحه می‌نویسم، صفحه آخر دفترچه خالیه، باریکلا. برای سوالاتی که راحت زیاد داره حتما از اونها استفاده کن. به حرفم تو رو خدا گوش کنید، پرینتش رو بگیرید این سوالا رو. یعنی خانم مهندس که پنجشنبه بعد از ظهر میذاره، آخه چه جوری من قسم بخورم باور کنید؟ خانم مهندس پنجشنبه بعد از ظهر میذاره، فایلشو برداری بده ماما یا بابا، تو رو خدا همینو برای من پرینت بگیرید. اگه بابا میگه حوصله ندارم، ماما میگه حوصله ندارم، بگو من نمیدونم، پرینت باید بگیری، معلمم میگه پرینت داشته باشه. بعد دخترم پسرم، شما حد اکثر یه ورقه دفتر سفید جلوتون باشه با یه عدد مداد، با یه زیر دستی. آقای دشا فرمول رو نگاه میکنم، آقای دشا کتاب باز میکنم، اصلا من با تو حرفی ندارم برای گفتم. من دارم میگم آقا الان شما خودتو بذار تو آزمون، این موقعیت پیش اومده، آخر امروز که این دوتا تست حل میشه، تو باید به خودت رتبه بدی، چند درصد زدی تستو. هر لحظه ای که تموم شد، اصلا من تا سال 12 رسیدم تموم شد کلاس، میگم بچه تا سال 12 به خودتون درصد بدید، چند درصد دادین ریاضی رو. حالا اگر رشته ریاضی فیزیک میری به خودت ضریب 4 میدی، اگر رشته تجربی میری به خودت ضریب 3 میدی، تمام. آقای دشا ضریب عوض شده 2-3 شده، 2-3 بده، به حال من که فرقی نمیکنه، شما ضریب 3 و 4 هم که بدی اثری نداره. و به خودت اعلام کن، چون من اونجا میگم بهترین درصدی که اینو داشتیم این بوده سالهای قبل تو مدارس که بچه ها حضوری اومدن با همین تایمی که من میگم. آقای دشا تایم این سوالات چند دقیقه است؟ 2 دقیقه عزیزم. او آقای دشا ما از زور داریم حل میکنیم، 3:30 تموم شده، برو بابا تو اصلا تعطیلی. این سوالات رو اگه تو بعد از 3 ساعت برای من صد بزنی که به درد عمه مهربونت میخوره. دوستان که جدید اومدن من خیلی عذرخواهی میکنم، این یه ملاک گفتاری، زیاد بی تربیتی نیستش. آره این فقط معنیش اینه که شما باید تو این تایم بتونی بزنی. آقای درشاد شما کلن 22 تا سوال دادی، خدا خیره بده، الان همین تست رو تو کلاسات چند دقیقه وقت میدی؟ من با صداقت بگم این سوالا رو با اگر 22 تا رو در یه روز بخوام بگیرم 55 دقیقه وقت دادم. به شاگردایی که حضوری نشستن و 55 دقیقه باید اینو صد بزنه. خب آقا صد زدن، برای چی میگم بهترینشو بهتون میگم نتونستن بزنن؟ برای چی میگم تو این سوال مثلا نگاه کنید دو تا جواب داره، N2 باشه N4 باشه؟ آقای درشاد من این سوال رو بلد نیستم. خب چه کار کردی؟ هیچی، راحت شدم. یا ایزد منان، مگه من قبل از کلاس ها نگفتم اینا رو بهتون یاد میدم؟ این سوال رو ازش چی میفهمی؟ آقا بلدم ولی میدونم وقتگیره. دخترم پسرم به علاوه، یعنی برمیگردم دوباره حلش میکنم. این که میبینی آقای درشاد کاغذ سفید برات میاره فقط یه معنی داره، برای که توی یک کلاسی داره درس میده که 90 تا 100 تا بچه دارن گوش میکنن عزیزم. این خیلی فرق میکنه. من باید 90-100 نفر رو راضی کنم، تو فقط باید خودت رو راضی کنی. تو وقتی این سوال رو جوابشو بلدی، اصلا توضیح نداری برای خودت بنویسی، بلدی دیگه، ولی سوال بعدی رو بلد نیستی. هر نکته‌ای که حتی من دارم به صورت گفتاری بهت میگم باید یادداشت برداری. شما باور نمیکنی من الان شاگرد دارم یه گفتار ساده میگم تو کلاس حضوری هم اصلا پیشرفته البته تیزشانا، خدا شاهد میگه جملت دوباره بگو، میگم پسر جون من یادم نیست چی گفتم، جمله رو دوباره بگی. باز بچهای دیگه میگن آقا راجع به این صحبت کردی، چرا؟ چون اون جمله رو برداشت نکرده. و با همین روش بچه‌ای که منفی زده بود ریاضیشو الان نزدیک 50% ریاضی میزنه با همین روش ساده. بعد بهش گفتم پسر جونم تو جلسه اول آزمون اول منفی شدی یا؟ گفت آقا فقط نکته های شما رو یادداشت کردم، هر شب رفتم خونه، فردا امتحان زیست داشتم و من ریاضی خوندم و الان داره به همون الگویی که من میخواستم میرسه. به خاطر این میگم نگی تو 3 ساعت آقا تستا رو حل کردیم صد زدیم، برامون دست بزن، به درد نمیخوری، قربونت برم. آخه ببینی شما اینا تجربه نداری، تو باید عادت کنی. وقتی دلشاد میگه 2 دقیقه حد اکثر 2.5 دقیقه، معنی حرفش یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی داره میفته برای بچه‌هاش؟
یعنی اون آزمون رو داره پیش بینی میکنه که الان داره بهت میگه. وقتی میگم پرینت بگیر، وقتی میگم با لباس بشین، یعنی گل دختران مانتو شلوار، گل پسرامون لباس فرمی که میخوام برن، بشینید بنویسید حل کنید، نگید شعار میدید. تو وقتی رو تخت دراز کشی جواب میدی فقط به درد عمت میخوره، چون اصلا 20 بارم یک صورت سوالو میخونی اصلا ناراحت نیستی. حالا این یکی رو آقا نمیدونستیم، آزمون بعدی مرد و مردونه. باشه، مرد و مردونه برای خودت، برای من نه. دیدی که من حتی رتبه هم بهتون نمیگم، فقط میگم سال قبل آقا تو این 22 سوال شاگرد بهترینم، بهترینم یعنی تو مشهد نه، تو ایران حرف اولو میزنه و آینده خواهید دید، حالا بعدا اسم و روزی بگم. توی همین تستای 22 ساله که تو دستنویس بود خیلی هم خراب بود، تو این 22 سال 21 سال صحیح جواب داده بود و یک نزده. ببینید این سوالا الکی داده نشده به شما، یعنی دقیقا رو اینا حساب کردم من به شما سوال میدم. فکر نکنیم مثلا فقط نیت این بوده آقای داشته یه پول بگیری، خب الهی قربونت برم، تو چرا اینو متوجه نیستی؟ من با یک شاگرد یا دو شاگرد هزینه رو از این کلاس که اساتید به من پول میدن بیشتر پول میگیرم. اما بر خودم وظیفه میدونم اول وقتی 90 نفر میگن آقای دلشاد حرفتو میفهمیم، گوش میکنیم، یاد میگیریم، چشم، ما میگیم اون 90 نفر استفاده کن، چه دو نفر استفاده کن، شما نگران کلاس برای من نباشید، من هر لحظه ای شما اراده کنید کلاسام هست. به خدا قسم خوردم باور کنید آقا، به جون دو تا بچه‌م راست میگم، باور کنید دیگه، از جان بچه‌هام قسم بیشتر بلد نیستم. با توضیحات که دادم انشالله امیدوارم آزمون بعدی انشالله با صداقت آزمون بدید. بریم سراغ این سوال. مجموعه A1 تا 10 چند زیر مجموعه دارد که اختلاف بزرگترین و کوچکترین عضو آن 5 است. بچه ها دقت بفهمید. خب 1 تا 10 رو بذارید در این کاغذ سفید. مجموعه A برابر با 1 و 2 و 3 نقطه تا 10. خب اختلاف بزرگترین و کوچکترین عضوش بشه چند؟ 5 دیگه. ببخشید من باید نگاه کنم که اختلاف بزرگترین و کوچکترین عضوش بشه 5. من یه دونه اعضایی که انتخاب میکنم 1 و 6 میگیرم. الان اختلاف بزرگترین و کوچکترین عضوش میشه 5. 2 و 7 میگیرم، 3 و 8 میگیرم، 4 و 9 میگیرم و 5 و 10 میگیرم. گل پسرا و گل دخترای من خوب به من گوش کنید، ما یه آموزش بهتون دادیم. اگر داخل اعضای یه مجموعه ای، لطفاً باز برگردید، چون خیلی از دوستانی که الان تشریف آوردن اصلا ممکنه ترم 1 با ما نبودن، یه مجموعه ای داریم اعضاش هستند، عذرخواهی میکنم، 1 2 3 4 5 6. یادتونه میگفتیم بچه ها عدد 1 و 6 داخل این زیر مجموعهاش باشه ولی بقیه نباشه، عدد 1 و 6 نباشه بقیه باشه. چند تا زیر مجموعه داریم؟ یه فرمول بهتون دادم به نام 2 به توان n منهای پی. خب عزیز من، حالا میخوام 1 کوچکترین عضو بشه و 6 بزرگترین عضو بشه. من استدعا میکنم بچه هایی که نبودن خوب گوش کنن که ترم 1 رو هم جبران کنیم براشون. نگاه کنید، 1 گفته کوچکترین و 6 بزرگترین. آقای دشا میشه اینا رو عوض کرد؟ نمیتونیم دست بزنیم. گفته اختلاف بزرگترین و کوچکترین عضومون 5 باشه، پس 1 و 6 من ثابته. پس من اگه 1 و 6 هم ثابت باشه، پس من به این دوتا نمیتونم دست بزنم، پس در اصل این دوتا رو دارم حذف میکنم. با این تعداد اعضایی که باقی میمونه، مجموعه هم چند تا عضو داره؟ 6 تا. منهای چند تا عضو از بین رفت؟ 2 تا. پس میشه 2 به توان 4. پس با اعضای 2 3 4 5 من میتونم 16 تا زیر مجموعه بنویسم. برگردید بین 2 و 7 بچه‌ها، بین 2 و 7 چند تا عضو داریم؟ 4 تا. 4 تا عضو اینجا داریم، پس چند تا زیر مجموعه؟ 2 به توان 4. بین 3 و 8 4 تا عضو دارم، 2 به توان 4. بین 4 و 9 4 تا عضو دارم، 5 6 7 8 میشه 2 به توان 4. بین 5 و 10 6 7 8 9 4 تا عضو دارم، باعث میتونم 16 تا زیر مجموعه بنویسم. اگه یادتون باشه اعضایی که داخل مجموعه باشد، اعضایی که داخل مجموعه نباشد، حذف میکردیم و با فرمول 2 به توان n - p جواب به دست میآوردیم.
حالا من 16 تا برای این زیر مجموعه 16 16 16 16، پس من 5 تا 16 تا یعنی 80 تا میتونم خدمتتون عرض کنم چند زیر مجموعه داره. 80 تا زیر مجموعه داره که اختلاف بزرگترین و پیچیده‌ترین عضوش 5ه. بریم سراغ گل پسرا گل دخترا. خب بله متشکرم. بچه ها سوال 6 رو لطفا بفرستید. سوال 6 لطفا بچه ها یه کار بکنید، بنویسید 6-1، بنویسید 6-2. من میفهم منظور سوال 6 چون اینجوری 1 میفرستید، من الان نفهمیدم 5 رو فرستید 4 رو فرستادین سوال دارین. لطفا این کار رو بکنید. استاد من از سوال قبل سوال دارم. 13-85 بفرمایید. خانم پریناز رو چشم دوباره توضیح میدم. ممنونم. دقیقا خانم جعفری دقیقا همین. من خانم پریناز شما ببینید این فیلم ها میدونید که ضبط میشه دخترم و به گل پسرهایی که پرسیدن سوال داریم، این فیلم ها رو شما 10 بار دیگه میتونید نگاه کنید. من این بار حسب الامرتون چشم، ولی یه سری شاگرد دارین تو این کلاس دخترم و پسرهای خوبی که اشکال دارید که این بچه ها اینا رو خوندن بلدن، بعد به خاطر که حق اونا هم از بین نره یه ذره دقتتون رو شما بیارین بالا، یه ذره هم دقت اونا بیاد پایین برای به قسمت هایی که بلدن، تا بعد بتونیم همه سوالا رو حل کنیم، وگرنه اینجوری خیلی وقت کم میاریم. نگاه کنید سوالی که من سوال رو دوباره میخونم. مجموعه آ چند زیر مجموعه داره؟ شما سوال جلوتونه دیگه، پیشتون هست. مجموعه آ چند تا زیر مجموعه داره که اختلاف بزرگترین و کوچکترین عضوش بشه 5؟ خب من از اعضای مجموعه آ یه مجموعه انتخاب میکنم که کوچکترین عضوش 1 باشه، بزرگترین عضوش 6 باشه. خانم پریناز و گلپسرایی که گفتن اشکال داریم، نگفتم سوال نپرسینا، من اصلا همچی حرفی نزدم، شما هم پول دادین عین بقیه باید بفهمین مطلب رو، نگفتم نپرسین، گفتم فقط یه ذره دقت شما بیاد بالا که بعد به همه سوالا برسین، بعد وقت کم میاد اینا هم هی میخوره توی آزمون بعد. بعد اینجوری پارسال یه ذره بچه ها اذیت میشدن، یه پیامایی اومد که مثلا آقای داشته به ما چه اینا مثلا ترم 1 نبودن، یه ذره اینجوری گفتن. بعد آره من که جوابشون رو دادم، یعنی شما فکر نکنید جوابشون رو دادم، ولی خب یه جورایی هم حق داشتن دیگه. ببینید کوچکترین عضوم 1، بزرگترین عضوم 6، بین 1 و 6 یه سری اعضاست و من این توضیح رو قبلا عرض کردم خدمتون، این توضیح رو هم دادم خدمتون که من بزرگترین و کوچکترین عضو حق دست زدن ندارم، اختلافشون هم میبینی 5. این وسط چند تا عضو دارم؟ 4 تا عضو دارم. با این 4 تا عضو چند تا زیر مجموعه میتونم بنویسم؟ آقای دلشاد مجموعه 4 عضو دارد، چند زیر مجموعه میتوان نوشت برای آن؟ 2 به توان 4 16. باز گلپسرم میگه بازم نمیدونم یعنی چی با 16 تا زیر مجموعه میتونیم بنویسیم. عزیز من یه مجموعه داریم اعضاش هست 2 3 4 5، با این 2 3 4 5 میگم چند تا زیر مجموعه میتونیم بنویسیم؟ آکولات 2 آکولات 3 آکولات 4 آکولات 5، 4 تا عضو. آکولات 2 3 2 4 2 5 2 2 3 2 4 2 5، 3 4 3 5 4 5، منظورم اینا هست. من میتونم با اینا 16 تا زیر مجموعه بنویسم، به خاطر همینم هم فرمول داشتیم برای بچه ها. اگر در یه مجموعه 6 عضوی بگیم 1 و 6 داخل اعضا نباشد، خب اون 1 و 6 دو تا عضو کم میکنم از 6 تا عضو، میشه 2 به توان 4، یعنی 16 زیر مجموعه. یا مثلا ببین باز اختلاف بزرگترین و کوچکترین عضوم بشه چند؟ 5. 2 و 7 اختلافشون میشه 5، 3 و 8 میشه 5، 4 و 9 میشه 5، 5 و 10 هم میشه 5. حالا بین 5 و 10 یه سری عضو دیگه، 6 و 7 و 8 و 9، باز من با این 4 تا عضو چند تا زیر مجموعه میسم؟ 16 تا. با 4 تا عضوی که اینجا چند تا زیر مجموعه میسم؟ 16 تا. با 4 تا عضوی که بین 3 تا 8 تا 16 تا. حالا چند تا 16 تا داریم؟ 1 2 3 4، یه دونه هم واسه این، پس 5 تا 16 تا دارم و میشه 80 تا. من یه کار دیگه میکنم روشش راحت‌تره. علی جان قصاب‌زاده عزیزم این
نکته ای که میگی چون کلاس حضوری نیست نمیتونم بگم، چون تا تو بگی و من متوجه بشم و به بچه ها بخوام بگم خیلی وقت میگیره. ولی جالب، مرشد از همین راه رفته، خیلی سبز از همین راه رفته، کاهر هم از همین راه رفته برای حل این سوال. هر سه کتاب از هم راه من توضیح دادن. خب آها، خانم دینا میگن چرا در فرمول این رو ده نمی‌نویسیم؟ خانم دینا دخترم، از یک تا ده، از یک تا ده، اختلاف یک تا ده میشه 9. گفته این اختلاف کوچکترین و بزرگترین عضو 5 باشه دخترم. آقای درشاد، خب بنویسیم 5 و 10، اختلاف کوچکترین عضو و بزرگترین عضو میشه 5. خب من که نوشتم. آقا بنویسید 4 و 9، من که نوشتم. آقا بنویسید 1 و 6، خب من که نوشتم. شما مجموعه هایی میخواین بگید؟ چقدر سوال پرچالشیه. من فکر کردم اون گل دخترمونو یکی دوتا گل پسرم مشکل دارن، حالا اینا خیلی هم مشکل دارن، اصلا وقت نیست بگم دوباره حلش کنیم. نگاه کنید، شما باید یه سری مجموعه انتخاب کنید. خب گوش کنید به حرفم، که این مجموعه هایی که دارید انتخاب میکنید ببینید چند تا زیر مجموعه میشه نوشت که اختلاف کوچکترین و بزرگترین عضوش 5 باشه. یکی از اون اعضا رو من از مجموعه 1 و 6 انتخاب میکنم، میگم آقای درشاد کوچکترین عضو رو بگیر 1، بزرگترین عضو 6. یک دونش رو بچه ها 2 و 7 انتخاب کردم. اینو توضیح میدم، خواهش میکنم گوش کنید تمام گل دختر و گل پسران. نگاه کنید 2 و 7، پس مجموعه میگیرم با اعضای 2 کوچکترین عضو و 7 بزرگترین عضو. اولا اختلاف کوچکترین و بزرگترین عضو 5ه، پس من میسم اختلافشون 5ه. بعد سوالی که پیش میاد، یه سری اعضا این وسط هست به نام 3 4 5 6. اینجا 4 تا عضو داره. خوب به من گوش کنید خواهش میکنم بچه ها. یا ایزاد ممنون گم شد. مجموعه آ چند زیر مجموعه دارد؟ چند تا زیر مجموعه دارد که اختلاف بزرگترین و کوچکترین عضو آن 5 است. من استدعا میکنم همه دوستان رو همین مجموعه بیاییم بحث کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته رو همین مجموعه 2 تا 7، چون من نوشتم 16 زیر مجموعه داره. یکی از علتهایی که بچه ها قبول نمی کنن، اونایی که بلدن، یک علت که بچه ها قبول نمی کنن جواب منو میدونید چیه؟ فقط یه نکته است، میگن آقای درشاد این اعضایی که شما نوشتی اینا زیر مجموعه نیستن. بیاییم بچه ها بریم حلش کنیم. نگاه کنید، برای حل این سوال من کاری که باید انجام بدم به این شکله. من میگم چند تا زیر مجموعه میتونم بنویسم که کوچکترین عضوش 2 و بزرگترین عضوش 7 و اختلافشون 5. من میگم زیر مجموعه‌ای که میتونم بنویسم، میبینم آکولات 3، آکولات 4، آکولات 5، آکولات 6. خب مگه نگفته اختلاف کوچکترین و بزرگترین عضوشون بشه چند؟ 5. یه 2 و 1 و 7 اضافه کنید، یه 2 و 1 و 7 اضافه کنید، یه 2 و 7 اضافه کنید، یه 2 و 7 اضافه کنید. پس شما میتونید یه زیر مجموعه بنویسید به نام آکولات 2 3 7، یه زیر مجموعه بنویسید آکولات 2 4 7، 2 5 7، 2 6 7. این تازه زیر مجموعه یه عضو میشه. دخترم، خانم دینا، بعد از اینکه اینا رو نوشتی، حالا بیا دو عضویاشو بنویسی. زیر مجموعه های دو عضویشو اگه بخوام بنویسم، یکیش میشه 3 و 4، یکیش میشه 3 و 5، یکیش میشه 3 و 6. ببخشید خیلی باید دقت کنم. حالا بعد گفتم کوچکترین و بزرگترین عضوشون 2 و 7، اختلافشون 5. 1 2 و 7 باز دخترم به اینا اضافه کن، 1 2 و 7 به اینا اضافه کن. آقای دشا زیر مجموعه 2 عضویش تموم شد؟ نه، به عنوان مثال من نوشتم 2 3 4 7، 2 3 5 7، 2 3 6 7. شما میدونید اگر من بخوام ادامه بدم 2 4 7، 2 4 5 7، 2 4 6 7، 2 5 6 7. ببینید الان تمام اینا اختلاف بزرگترین و کوچکترین عضوشون 5ه و بینشون 2 تا عضو دارن. پس من اول زیر مجموعه 1ایشون رو نوشتم،
بعد اومدم زیر مجموعه های دو عضوی، 3 4 3 5 3 6، و بعد 3 7 به دردم نمیخوره چون اون ور دارم، بعد 4 و 5 4 و 6 و بعد 5 و 6، تمام زیر مجموعه های دو عضوی که من میتونستم که اختلاف بزرگترین و کوچکترین عضوشون 5 باشه بنویسم اینها. حالا نوبت میرسه به زیر مجموعه های 3 عضویشون، بعد میرسیم به زیر مجموعه 4 عضویشون. به تمام این زیر مجموعه که نوشتیم 1 2 7 اضافه میکنیم. اگر تمام اینها رو بنویسید تعدادش برابر با 16 تا. امیدوارم حالا فهمیده باشید، چون اگه بخوام تمام اینا رو بنویسم خیلی بچه ها طولانی میشه. سپید خانم، این که دانش آموز سوالم نپرسه کم لطفی است. نه، حق سوال پرسیدن داره دخترم. حالا شما ریاضیت خیلی خوبه میدونم. برای سوال 4 از کجا بفهمید تا چه عددی باید ادامه بدیم؟ برای سوال 4، خب ببینید، دنبال اعداد خاص میگردیم. 1 و 2، خانم جعفری گزینه هایی که داره نگاه کن، 1 2 3 4ه. تن عدد که این حالت خاص داره ایناست. خب آره، دقیقا درست میگی خانم مرتو، دقیقا درست میگی دخترم. میگه یه ذره که اعداد برن بالا از 10 به بعد کاملا بازی عوض میشه. مثلا 10 به توان 2 میشه 100، درست شد؟ بعد 2 به توان 10 میشه 1024. از 10 به بعد خیلی فاجعه تغییر میکنه. بچه ها بریم سراغ سوال بعدی. تعداد زیر مجموعه 3 عضوی یه مجموعه n عضوی. چون من خیلی وقتم رو گذاشتم رو سوال 5، سوال 6 از شما نمیپرسم. تعداد زیر مجموعه 3 عضوی، خیلی خوب به من گوش کنید. تعداد زیر مجموعه 3 عضوی، روش 1. در روش اول تعداد زیر مجموعه 3 عضوی، من به بچه ها گفته بودم زیر مجموعه 1 عضوی، 2 عضوی و 3 عضوی رو حفظ کنید. اگر از 3 عضوی بیشتر گفتش باز یه تفریق انجام میدادیم. ببینید تو اون گروه اونوری نیست، مثلا از یه مجموعه 20 عضوی زیر مجموعه 18 عضوی رو می‌خواستیم، یادتونه؟ زیر مجموعه 18 عضوی از یه مجموعه 20 عضوی، خب می‌رفتیم دنبال زیر مجموعه های 2 عضوی. زیر مجموعه های 2 عضوی با 18 عضوی از یه مجموعه 20 عضوی برابرن، زیر مجموعه 3 عضوی با 17 عضوی از یه مجموعه 20 عضوی برابرن، و همچنین شما می‌دونید زیر مجموعه 19 عضوی با یه عضوی برابرن. حالا یه راه به دوستان من فرمول آموزش دادم، گفته تعداد زیر مجموعه های 3 عضوی، زیر مجموعه 3 عضوی فرمول داشتیم n در n منهای 1 در n منهای 2 تقسیم بر 3 فاکتوریه مساوی با. آقای دشات شما هم چجوری میگی این سالا 2 تا 2.5 دقیقه وقته؟ الهی قربونه من نمیگم، تیزشان میگه، خود توضیح میدی 10 دقیقه طول میشه، چجوری ما 3 دقیقه؟ بابا من برای 90 نفر توضیح میدم، من معلمم، با شما خیلی فرق میکنم. بعد ضمناً این سوالی که 10 نفر تو سوال قبل مشکل دارن، 20 نفر مشکل دارن، همه که مشکل نداشتن، و ضمناً کسایی که تو سوال قبل مشکل نداشتن تو دوتا سوال بعدی مشکل خواهند داشت. به خاطر این عرض میکنم که یه ذره دقت کنید، کم لطفی نکنید، چون تو این سوالو بلدی دیگه همه باید بلد باشن، پس اینجوری کم لطفی برخورد نکنید با قضیه. تعداد زیر مجموعه های یه مجموعه n عضوی 5 برابر تعداد زیر مجموعه یه مجموعه، ببخشید، 5 برابر تعداد زیر مجموعه یه عضوی آن مجموعه است. زیر مجموعه 3 عضوی فرمول داریم n در n منهای 1 در n منهای 2 تقسیم بر 3 فاکتوریه 5 برابر زیر مجموعه یه عضویه. یه بار دیگه، زیر مجموعه یه عضوی چند تاست؟ n تاست. زیر مجموعه 2 عضوی فرمول داریم n در n منهای 1 تقسیم بر 2 فاکتوریال، زیر مجموعه 3 عضوی n در n منهای 1 در n منهای 2 تقسیم بر 3 فاکتوریال. این رو اگر حفظ بفرمایید لطف میکنید یا ایزد من نام. خب 3 فاکتوریال همتون میدونید میشه 6. اولین کاری که من انجام میدم یه طرف این وسطین خیلی مشکل هم حل میکنه، 1 ضرب در هر عدد میشه خودش، پس n در n منهای 1 در n منهای 2 مساوی با cn، 6 تا 5 cn. دو طرف رو بچه‌ها بر n تقسیم می‌کنیم. ببخشید این رنگ سبز حس می‌کنم شاید رنگ خوبی نباشه برای دیدن شما.
دو طرف رو بر n تقسیم میکنیم. طرف اول تقسیم بشه میشه n منهای 1 در n منهای 2 مساوی با cn تقسیم بر n بشه میشه c. بچه ها دو تا عدد بگین اختلافشون یه واحد باشه و برابر بشه با c. دو تا عدد حاصل ضربشون c بشه و اختلافشون یه واحد باشه. خب شما حتما میدونی 6 5 تا میشه 30 تا، 6 ضرب در 5 میشه 30 تا. آقا 5 6 تا میشه 30 تا. الهی قربونت من میدونم دیگه، n منهای 1 از n منهای 2 یه واحد بزرگتره، پس وقتی بیشتره پس n منهای 1 رو 6 میذارم، n منهای 2 رو 5 میذارم. حالا در نتیجه n منهای 1 برابر است با 6. آقای دلشاد شما نمیدونی چی بلایی سرمون اومد، چه بلایی سرت اومد. آقا ما اومدیم با خودمون گفتیم ضرب میکنیم شد اتحاد، بعد اتحاد جمله مشترک رفتیم حل نشد. خب بله که حل نمیشه، تو حاصل ضرب دو تا پرانتز میخوای بشه سی، کلاس چهارم ابتدایی، چند تا سی تا؟ خب تو میدونی 6 5 تا سی تا، 3 10 تا سی تا، 1 سی تا سی تا. خب پس n منهای 1 میشود 6 و نتیجه میگیرم n برابر است با 7. n برابر است با 7. حالا در ادامه اومده گفته تعداد زیر مجموعه این مجموعه چند تاست؟ تعداد زیر مجموعه ها برابر است با 2 به توان 7 یعنی 128. جواب گزینه سه. آقای درشاد چرا نوشتی روش اول؟ به خاطر که یه سری بچه ها میگن آقا معلممون توی کلاس اینو نگفته. چی گفته الا قربونت؟ میگه آقا معلممون گفت چه زیر مجموعه یک عضوی همون n تاست، دو عضوی میشه n در n منهای تقسیم بر 2 فاکتوریه، گفت از 3 عضو به بالا از n کابه کا بریم. من به خاطر که موظفم یادآوری کنم خدمتون، یه یادآوری بکنم. ببینید این سوال رو من میخوام از n کابه کا برم. خب برگردیم به سوال. تعداد زیر مجموعه 3 عضوی از یه مجموعه n عضوی. n کابه کا رو اول فرمول بنویسم. n کابه کا یا انتخاب کاشه از n شه. اگه یادتون باشه فرمولش بود n فاکتوریل به روی k فاکتوریل در n منهای k فاکتوریل. بسیار بسیار فرمول ترکیب و فرمول مهم و فرمول ترکیب است و بسیار بسیار کارایی بالایی دارد این فرمول. دوستانی که جدید مهمونمون هستن و این فرمول رو دست کم گرفتن، من خواهش میکنم حتما خوب خوب یاد بگیرن. بریم بچه ها برای حلش چی میگم من؟ کاری که انجام بدید دوباره سوال رو بخونم. سوالم این بوده، گم شد. تعداد زیر مجموعه 3 عضوی از یک مجموعه n عضوی، پس n 3 به 3 برابر است با. خب اولا n 3 به 3 رو من جایگزین میکنم میشه n فاکتوریل به روی 3 فاکتوریل در n منهای 3 فاکتوریل. آقای درشاد اونجایی که شما این روش رو حل میکردین مثلا میگفتیم تعداد زیر مجموعه 3 عضوی از یک مجموعه 10 عضوی، بعد میشد 10 فاکتوریه 3 فاکتوریه 7 فاکتوریه. این سوال رو چیری میخوای حل کنی؟ به خاطر همین عمدن گفتم این سوال رو لطفا یکم دقت کنید، واسه همین بود. اینم هر کار میکنی یا خیلی بزرگ میشه یا خیلی کوچیک میشه. خب بچه ها انتخاب 3 از n، n فاکتوریه 3 فاکتوریه n منهای 3 فاکتوریه. من میخوام ساده کردن فاکتوریه رو بهتون یاد بدم. یه یادآوری بکنم، اگه این بود 10 فاکتوریه و اینجا بود 7 فاکتوریه، شما چیکار میکردی؟ آقای دشام میبشیم 10 ضرب در 9 ضرب در 8 ضرب در 7 فاکتوریل. خدا الهی پدر مادرتو نگه داره واسه. خب منم دقیقا همین کارو میکنم بابا. n فاکتوریل میشه n در n منهای 1 دارم کم میکنم 10 9 8 ضرب در 7 فاکتوریل. اینم من همون کارو میکنم. n در n منهای 1 در n منهای 2 در n منهای 3، ببینید رسیدم به n منهای 3 فاکتوریل به روی، خب 3 فاکتوریل بچه ها میشه 6 ضرب در n منهای 3 فاکتوریل. حالا دوستان این دوتا با هم دیگه خط میخورن. یه ذره دقت کنید، آیا همین فرمولی که من نوشتم فرمول زیر مجموعه 3 عضوی نبود که این بالا گفتم؟ n در n منهای 1 در n منهای 2 تقسیم بر 6، اینم n در n منهای 1 در n منهای 2 تقسیم بر 6. خب حالا طراح گفته پس من با n کابه کا استفاده کردم رسیدم به فرمول زیر مجموعه 3 عضوی. آقای دشت گفتن 4 عضوی، انتخاب 4 تا از n تا،
n من های 4 فاکتوریال تموم میکنی، پایین ساده میشه بقیه عدد اصول و به راحتی از n کا به کا هم میتونید برید. آره آره 1385 تعداد زیر مجموعه 18 عضوی از یک مجموعه 20 عضوی. عزیزم حتما من همینو توضیح دادم، الان فیلمو دوباره بازبین کن، همینو من توضیح دادم. چی گفتم؟ گفتم زیر مجموعه های 2 عضوی با 18 عضوی از مجموعه 20 عضوی برابره، زیر مجموعه های 4 عضوی با 16 عضوی از یک مجموعه 20 عضوی برابره. ولی چه 4 عضوی بگه چه 16 عضوی، شما باید از فرمول n کا به کا برید. آقای دشاد یه دونه نمونه حل کنید. استاد چرا 5 گذاشتی؟ گفتم مجموعه 3 عضویش 5 برابر مجموعه 1 عضویه. هرچی ها من نفهمیدم منظور چیه. پنج برابر تعداد زیر مجموعه های یه عضوی آن مجموعه است، پس پنج این باید بذارم چیکار کنم؟ خب منم پنج این نوشتم دیگه، چی میگین شما؟ الا قربون دینجا آقا زیر مجموعه های سه عضوی این در این منهایی در این منهایی دو تقسیم بر شیش مساوی با پنج این، منم پنج این گذاشتم دیگه. اگرم منظورتون تو فرمول انتخاب سه تا از انتاست، من اول جمله رو ساده کردم، حالا اینو میذارم مساوی با 5n. اما اینکه بخوام بذارم n رو 1 بگیرم و مساوی با 5 غلط قربونه، من نمیفهم شما چی میگین. کلاس ها تا ساعت چنده؟ خانم هانیه فکر میکنم پرسیدن. اون حتما یه تایم مشخصی داره. بچه‌ها الان برات مینویسن هانیه خانم، چون ما دو زنگ هستیم من وقت ندارم اینو بگم، به خاطر همین بچه ها الان بهت میگم. بچه ها بریم سراغ سوال ششو گفتیم. آها سوال هفت، بچه ها چه کار میکنیم؟ مینویسین هفت یک هفت دو که من بفهم جواب سوال هفت رو فرستادین. سوال هفت رو برام بفرستین. خدا خیرت بده، میگه متوجه شدم هرشیامو، خدا خیرت بده، زنده باشی. بله خانم هانیه علی مددی، امیدوارم اشتباه نگم. هفت یک. بله متشکرم خانم بهار. من الان نفهمیدم منظورت هفت یک یا هفت دو، فکر کنم اشتباه خورده ها. هفت یک. بله متشکرم، مرسی. خانم حسینی ادعا کردن هفت چهار. بچه ها با صداقت بذاری منم نگاه کنم. منم حتما با هفت یک موافقم. خانم حسینی چون میشناسمت الکی یک خطا نمی کنی، اینو من کامل آشنا هستم باید. بی‌دقتی کردی خانم حسینی. نگاه کنی بچه شما سوال رو دارید. یکی از معضلات شاگردامون تو کلاس بی‌دقتی کردن صورت سواله، دادی که همیشه دارم میزنم. لطفاً سوال رو یک بار دیگه خودتون نگاه کنید و بخونید. چی گفته سوال؟ لطفاً سوال رو یک بار دیگه خودتون نگاه کنید و بخونید. آقا خوندیم. نخوندی دیگه. اگر دقت می‌کردی خانم حسینی بی دقتیت همین قسمت اول بوده. دخترم گفته متممش. اولین قسمت پرسه متمم مجموعه فلان نسبت به مجموعه جهانی کدومه؟ مجموعه جهانی هم مرجع خودمونه. چون متممشو نخوندی اینجوری میشه. بعد یکی از اشکالات که بچه‌ها تو کلاس داشتن، بچه‌ها الان بهتون عرض میکنم، میگفت آقا من اصلا متمم رو نخوندم. مگر شما اون متمم رو اگه آخر خرج کنی جواب با این جواب گزینه یک نمیشه؟ میگفتم چرا. میگفت چرا هر کار میکنم حل نمیشه. من خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید. متمم مجموعه، حالا به قول شما مثل خانم حسینی که ندیده، اون کلمه متمم اول جا افتاده. نگاه کنید سوال پرسیده بی منهای آ کلن پریم، منهای آ چی میشه؟ بچه ها تو رو خدا دقت کنید، اینا خیلی تستای مهمی. حالا میگم وقتی که تقلب میکنی اصلا مهم نیست برات، وقتی که میخوای دوباره حلش کنی میفهمی چقدر منظورم مهمه یعنی چی. دوستان من برای بار هزارم، بچه هایی که با من بودن، آ منهای ب برابر است با آ اشتراک بپریم. اینو بی نهایت بار من تو همه کلاس هم توضیح دادم و گفتم مهم مهم مهم.
حتی توی کنکور. بی منهای آ، پس من اولین نکته‌ای که باید یاد داشته باشم، بی منهای آ میشه بی اشتراک آ پریم، کلش پریم. بعد گفته منهای آ، خب وقتی یک پرانتز منهای آ میشه یعنی چی؟ یعنی اشتراک آ پریم. بچه ها اینو خیلی خوب بفهمید ها. دوباره عرض میکنم چه کار کردم؟ بی منهای آ یعنی بی اشتراک آ پریم، پس اینجا هیچ کار نکردم، پریم داره گذاشتم. حالا میگم پرانتز، خوب به من گوش کنید، پرانتز منهای آ چی میشه؟ پرانتز منهای آ بنا به توضیحی که بالا دادم میشه پرانتز اشتراک آ پریم. منم نوشتم پرانتز اشتراک آ پریم. پریم رو خرج کنید، قانون دمورگان میدونید پریم اگه خرج بشه بی میشه به پریم، اشتراک میشه اجتماع، آ پریم میشه آ پریم پریم میشه آ، کل این اشتراک آ پریم. بچه تو این حالت یک که عرض میکنم، مثلا حالا تفتی خانم حسینی و محمدش میگم چون کلمه متهمه اون نیده، تو این حالت یک و شاگردایی که سالای قبل میگفتن که متهمه رو نیده بودم و بعد میدیدم، حالا میگفتن آقا هر کار میکنیم حل نمیشه. چرا؟ چون من روش حل خودم و روش حل کتابای پیشرفته چیه؟ میگن دلشاد به بچه‌ها بگو متمم رو اول بذارم بعد حلش کنم. تمام اون کارا هم همیناسا، فقط این دقت این حالت بیشتره. خب بچه‌ها اجتماع دارم، اشتراک دارم، یادم اومد از خاصیت توضیح پذیری. میدونید دیگه اجتماع روی اشتراک یا اشتراک روی اجتماع توضیح میشه، آ پریم اشتراک توضیح میشه، پس میشه آ پریم اشتراک به پریم علامت اجتماع آ پریم اشتراک آ، آ پریم اشتراک آ. دوباره آ پریم اشتراک به پریم، آ پریم اشتراک آ، بینشون چه علامتی؟ اجتماع. آ پریم اشتراکش با آ، اشتراک هر مجموعه و متممش میشود تهی، هیچ اشتراکی نداره. باز هر پرانتز اجتماعش با تهی میشود دقیقا خود مجموعه، پس میشود آ پریم اشتراک به پریم. دوباره عرض میکنم اجتماع هر پرانتزی با تهی میشه خودش. حالا که اینا رو انجام دادی از اینجا به بعد دقت کن، حالا من گفتم متممش کن، پس ادعا میکنم آنگاه متممش کن. پس من اگه متممش کنم میشه آ پریم اشتراک به پریم. حالا متممش کنیم، متمم رو اثر بدیم، آ پریم میشه آ، اشتراک میشه اجتماع، به پریم هم میشه بی، تمام، جواب آ اجتماع بی. اما راه حل کتاب های پیشرفتمون چیه بچه ها؟ تو کتاب های پیشرفته میگه دلشاد به شاگردات بگو ببخشید اینو حالا بعد شما میبینید، من سریعا برم صفحه بعد تایم استراحتتون رو با هم نزنم. ببینید میگه متمم رو هم خرج کنن بچه ها. دوباره مینویسم بی منهای آ، بی منهای آ کلن پریم و بعد منهای آ. حالا طراح گفته متممش دیگه، نه پس اینم متممش. بعد چه کار کنیم؟ شما یکی از کارهایی که انجام میدید یه پرانتز منهای آ چی میشه؟ من دوباره میگم یه پرانتز منهای آ چی میشه؟ آقا بنا به نکته‌ای که بالا بهمون گفتیم میشه پرانتز اشتراک آ پریم، کلش چی؟ پریم. آقای درشاد جانم چرا الان شما بی منهای آ رو باز نمی‌کنی؟ بازش می‌کنم، من می‌خوام بیشتر بچه‌ها این پریم رو خرج نکنم، می‌خوام این پریم اگه خرج بشه این باز بشه بی منهای آ، بعد دردسر میشه. شما پریم رو خرج می‌کنی کلی بازی به هم می‌ریزه. می‌دونی چرا؟ چون این متمم الان که خرج بشه خیلی خوبه. می‌دونی چرا؟ این پریم میاد اثر می‌ذاره، وقتی پریم روی این پرانتز پریم می‌گیره پس میشه بی منهای آ، بعد چی؟ اشتراک آ پریم. حالا بچه ها بی منهای آ رو تعریف کردم براتون، میشه بی اشتراک آ پریم اشتراک آ پریم. ببینید دوباره پرانتز پریم، صورت سوال اشتباه ننوشتم ببخشید یه ثانیه، بی منهای آ پریم منهای آ
پریم به خاطر متمم. عرض کردم پریم بی منهای آ پریم منهای آ میشه پرانتز اشتراک آ پریم. دوباره پریم بیرونی رو خرج میکنم، پریم اثر کنه روی این پریم میشه بی منهای آ اشتراک آ پریم، روی پریم اثر کنه مطمئنن میشه آ. حس کردم که یه جای کار داره میلنگه. بچه ها متوجه شدین؟ بله بله بله، حس کردم داره یه جای کار میلنگه، همینه. مطمئنم 10 تا از شاگردای خوبم برام فرستادن. ریزر دقت بفرمایید. خب بچه ها اگه تایمتون گذشت نگران نباشید، من اون تایمو بهتون میدم. نگاه کنید، پریم رو خرج کنم، پریم رو بی منهای آ پریم اثر کنه میشه بی منهای آ، اشتراک میشه اجتماع، آ پریم پریم اثر کنه میشه آ. پس بچه همه اینم به هم میریزه دیگه. دیدین بی دقتی تو این سوالا؟ میدونم بی چوارمون میکنه بچه، من همیشه این تجربه رو دارم. خب دوباره بی منهای آ اجتماع آ، بیاین چه کارش کنیم؟ بی منهای آ یعنی بی اشتراک آ پریم اجتماع آ. شما میدونید آ اجتماع توضیح میشه، اجتماع روی اشتراک توضیح میشه، میشه آ اجتماع بی اشتراک آ اجتماع آ پریم آ اجتماع آ پریم. بچه ها اجتماع هر مجموعه با متممش میشه مرجع. هر پرانتزی اشتراکش با مرجع میشه خود. ببینید اشتراک ها، دوباره زیرش تاکید میکنم، اشتراک هر پرانتزی با مرجع میشه خود پرانتز، پس میشه آ اجتماع بی. اینم روش دوم اثبات. آره آره خانم جعفری، من حواسم نبود، دیدی که درستش کردم. نه استاد کسی نفرستاده، متوجه نمیشم هر چیه جا منظورت چیه. درست شد، مرسی خانم جعفری. خب بچه ها یکی دو دقیقه بیشتر از یه ربع پنج نگذشته با ساعت که اونجا هست و ساعت خود من، دو سه دقیقه بیشتر نگذشته. اون دو سه دقیقه الان ببینید دقیقا ساعت گوشی من 48ه، برید ساعت 5:03 من در خدمتتونم، 5:03 در خدمتتونم.